با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. مهناز افشار به ایران می آید. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. مهناز افشار بازیگری رو با مجموعه تلویزیونی گم شده در سال 1377 آغاز کرد. افشار به دلیل پشتیبانی از دختران خیابان انقلاب و انتقاد از حجاب اجباری در کشورمون به پرونده‌ای به اتهام فساد و فحشا محکوم شد. مهناز افشار در سال 1398 به عنوان یکی از داوران مسابقه پرشین گات تالنت حضور پیدا کرد. حالا مهناز افشار از برگشت خود به کشورمون خبر داده. مهناز افشار در توییتی نوشت: چقدر قشنگ و دلگرم کننده. دمت گرم. منم همینجا اعلام میکنم که برای رسیدگی به دو پرونده بازی که در ایران دارم و همچنین دیدار با خانواده به زودی سفری به ایران دارم و هر کاری داشتید بگید، منم تا وقتی هستم براتون انجام میدم. مهناز افشار در یکی از مصاحبه‌هاش در مورد اینکه چرا تصمیم گرفته یکی از داوران مسابقه استعدادیابی بشه این چنین گفته: این هم مثل هزار برنامه کاری دیگه یک پیشنهاد کاری به من بود. من تا به حال در هیچ برنامه تلویزیونی حضور نداشتم چون دوست نداشتم و فکر میکنم کار من نبود. اینجا هم اگر قرار بود من چیزی رو اجرا کنم قطعا قبول نمیکردم. مهناز افشار در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشتش به ایران گفته بود: مگه اختلاس یا دزدی کردم که برنگردم؟ به نظر من اتفاقا صداقت رفتاری اینه که تو احساس کنی میخوای برگردی و کارت رو بکنی، مگه اینکه بگن تو نباید برگردی، و به نظرم دلیلی نداره این رو بگن. همچنین مهناز افشار در مورد عدم همکاریش با کارگردانان سینما و تلویزیون در داخل کشور این چنین گفته: فیلم هایی که اخیراً در ایران به من پیشنهاد شد زیاد جذاب نبود که بخوام برگردم. البته شنیدم که منو ممنوع فعالیت کردند. اونم اینطوریه که من بازم بر میگردم در این صورت، و اگر نکته ای هم وجود داره که مبهمه من حتما در موردش صحبت میکنم و مسئله تموم میشه، اما الان وقتش رو ندارم چون سر کار هستم. همچنین مهناز افشار با مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌های ترکیه‌ای داشته اعلام کرده که: من بیشتر به خاطر اینکه دخترم در کشور آلمان به دنیا اومده و همینجا زندگی می‌کنه، من هم به آلمان اومدم. البته باید بگم که زندگی در آلمان رو انتخاب کردم، بلکه برای زندگی در آلمان انتخاب شدم. همچنین مهناز افشار در ادامه مصاحبه گفته: برای انجام کار مشترکی به ترکیه اومدم. مهناز افشار پس از حضور در مسابقه استعدادیابی پرشین گات تالنت که در کشور سوئد برگزار شد، اکنون قصد داره در پروژه‌ای در کشور ترکیه مقابل دوربین بره و با بازیگران مشهور ترکیه‌ای همکاری داشته باشه. همچنین مهناز افشار در مورد فیلم جدیدش در ترکیه گفته که این پروژه برای مخاطبان ایرانی و ترکیه‌ای خواهد بود. او همچنین از دلایل انتخاب کشور آلمان برای زندگی کردن صحبت کرده و گفته حدود 2.5 ساله که در این کشور به سر میبره. او در مصاحبه‌های پیشین خود اعلام کرده بود که مهاجرتش دائمی نخواهد بود، ولی این بار اعلام کرده که دیگه قصد داره در آلمان زندگی بکنه و احتمالاً این اواخر هم که به ایران میخواد سفر بکنه، فعلاً قصد موندن در ایران رو نداره و بازم برمیگرده به کشور آلمان. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به زندگی خانم مهناز افشار با همسر سابقش آقای محمد یاسین رامین. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. مهناز افشار بازیگر مشهور سینما و تلویزیون متولد 21 خرداد 1356 در تهرانه. خانم افشار به مناسبت روز تولدش با انتشار یک پست اینستاگرامی این چنین نوشت: امسال حال عجیبی داشتم. بعد از نزدیک به 3 سال خانوادم رو دیدم و شم رو با اونها فوت کردم. از دیشب و امروز عشقی از شما مردم نازنینم و همکارام و رفیقام و عزیزانم دریافت کردم که میتونم بگم خدایا شکرت.
مهناز افشار در ادامه گفت: در هر رنجی و سختی و در هر آسانی پروردگارم رو حس کردم و دیدم. دوستتون دارم و ممنونم. اما تبریک محمد رضا گلزار به مهناز افشار. همچنین همه بازیگرها به نوعی تولد مهناز افشار را به او تبریک گفتند. اما تبریکی که محمد رضا گلزار بگوید لطف دیگری دارد. مهناز افشار و محمد رضا گلزار با فیلم آتش بس به شهرت زیادی رسیدند. تقریبا تمام بازیگران مطرح مرد و زن تولد مهناز افشار را بهش تبریک گفتند. او اکنون در خارج از کشور و در کشور آلمان به سر میبره، اما دلش اینجاست. محمد رضا گلزار هم با منتشر کردن عکس دو نفرش با مهناز افشار نوشت: مهناز جان تولدت مبارک. مهناز افشار دیپلم تجربی داره و فارغ التحصیل مؤسسه غیر انتفاعی دان رشته تدوینه. در یک خانواده 5 نفره به دنیا اومده و تحت غاری خانواده است. 2 برادر بزرگتر از خودش داره و اینکه چطور شد بازیگر شده. پس از دیپلم قرار بود معماری بخونه، ولی چون در تربیت بدنی دانشگاه سراسری پذیرفته شده بود تصمیم گرفت تدوین بخونه. 4 سال زیر نظر استاد مجید فخرایی نژاد تدوین خوند. پس از اون هم با خانم فضل‌اللهی یه کار 90 دقیقه‌ای با هم انجام دادن. مهناز افشار در مورد اولین و آخرین بازیش در تلویزیون گفت: من و آقای نووی برای بازی در اولین و آخرین کار تلویزیونیم یعنی گم شده در سال 77 معرفی کردند. آقای اسکندری طراح گیریم بودند که من رو به دفتر پویا فیلم و آقای فرح بخش معرفی کردند. از اونجا استارت کار سینمایی من زده شد، از شهرت تا گوگوش. وایفای نقش در فیلم سینمایی شور عشق به کارگردانی نادر مقدس در سال 79 به شهرت رسید. شباهت زیاد مهناز افشار به گوگوش، خواننده مشهور کشورمون، در توجه رسانه ها به او در شروع کارش تاثیرگذار بود. اما جواهرسازی با برادر. مهناز افشار در مورد سابقه جواهرسازی در خانوادش گفت: برادر کوچیکترم 15 سالی هستش که در زمینه جواهرسازی فعالیت میکنه و منم گهگاهی باهاش همکاری میکردم. اما غذاهای مورد علاقه مهناز افشار. مهناز افشار عاشق لوبیا پلو و ماکارونیه. به همین خاطر این دوتا غذا رو خیلی خوب درست میکنه. مهناز افشار مدتی هم مزون لباس داشت، اما به خاطر اینکه خیلی سر شلوغ بود و وقت نداشت دیگه از این کار انصراف داد. مهناز افشار تا حالا 2 بار ازدواج کرده. در یک خبر تایید نشده گفته میشه که مهناز افشار اولین بار با شخصی به نام سین رفیع ازدواج کرده بود که در نهایت این ازدواج به طلاق منجر شده بود. این خبر هیچگاه تایید نشد. و ازدواج جنجالی مهناز هم در خرداد ماه 1393 با یاسین رامین بود. یاسین رامین فرزند محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دوم محمود احمدی نژاد بود. خطبه عقد اونها توسط سید محمد خاتمی خونده شد. این زوج 4 خرداد 94 صاحب دختری به نام لیا شدند که لیا مخفف همون لیانا هستش. اما مهریه 30 میلیاردی مهناز افشار. مرضیه برومند، کارگردان سینما و تلویزیون کشورمون، در اعتراض به وضعیت تئاتر کشورمون گفت: متاسفم بودجه تئاتر مملکت نصف پشت قباله فلان خانم بازیگر یعنی مهناز افشار که زن یک مرد سیاسی شده. چیزی که شنیدم پشت قبالش 1.3 میلیارد تومانی انداختند. اما واکنش همسر سابق مهناز افشار یعنی آقای محمد یاسین رامین به حرفای خانم مرضیه برومند. محمد یاسین رامین با رد شایعات مهریه 30 میلیارد تومانی مهناز افشار گفته بود: مهریه همسرم فقط 5 شاخه گل نرگس، 1 جلد کلام الله مجید و آینه و شمدان بوده. اما خبر حضور مهناز افشار در ماهای پایانی بارداریش در آلمان مدتی شایعه مهاجرت دائمی او را منتشر کرده بود. محمد یاسین رامین همسر مهناز افشار هم متولد کشور آلمانه. علاقه به آلمان، هند و مصر برای مهناز افشار. محل تولد تحصیل همسرش در آلمان بوده و هنگامی که این کشور و فرهنگش رو به طور جدی تجربه کرده به شدت براش جذاب بوده. قانون و رفتار مردم آلمان رو خیلی دوست داره به دلیل احترامی که مردم به قانون میذارن و احترامی که قانون به مردم میذاره.
قانون به شکلی که در آلمان تعریف شده اینه که افراد از قانون طلبکار هستن و قانون در هر شرایطی باید پاسخگو باشه. مصر و هندوستان رو هم خیلی دوست داره. حضور مهناز افشار در تبلیغ پوشک آمریکایی هم جزئی از حاشیه‌های زندگی مهناز افشار بود. مهناز افشار و دخترش دیانا در یک ویدیوی تبلیغاتی پوشک آمریکایی پمپرز شرکت کردند. این اولین بار بود که یک بازیگر و فرزندش در تبلیغ ویدیوی یک برند خارجی حضور پیدا می‌کردند. اما دستگیری یاسین رامین، همسر سابق مهناز افشار، به چه علت بود؟ یاسین رامین که گفته میشد مدیر عامل شرکت دارویی رشد بود، به دلیل اختلاس مالی 6 میلیاردی با هلال احمر در مرداد 95 بازداشت شد. او در حال حاضر با وثیقه میلیاردی آزاد شده. مدتی شایع شده بود که یاسین رامین به دلیل وارد کردن شیرهای خشک آلوده موجب مرگ ده‌ها کودک شده بود که بارها این خبر تکذیب شد و گفتند صحت نداره. یاسین رامین متولد 1360 و دارای مدرک دکترا از یکی از بهترین دانشگاه‌های آلمانه. او 4 سالی هم از خانم مهناز افشار کوچیک‌تره. اونطور که در آن زمان برخی از رسانه‌ها مطرح کرده بودند، مهناز افشار به عنوان دومین همسر محمد یاسین رامین بود و محمد یاسین رامین پیش از این دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هم بوده و دوران کودکی رو به همراه خانواده‌اش به علت موقعیت شغلی و درسی پدرش در آلمان زندگی کرده و پس از اون هم ساکن تهران شدند. مهناز افشار در حال حاضر در یکی از شهرهای آلمان به همراه دخترش لیانا زندگی میکنه و مدت هاست و تقریبا سال هاست که اون و همسرش دیگه از نزدیک همدیگر رو ندیدند و حضانت لیانا هم فعلا بر عهده خانم مهناز افشار هستش. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به خانم مهناز افشار و همسر سابقشون آقای رامین لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتماً با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.